راز ترسو نشدن سگ. دلیل اصلی که سگ‌ها ترسو میشن رفتار نادرست صاحبشونه دقیقاً در زمانی که اونها میترسن. بهترین زمانی که باید اقدام کنید تو سن پایینه. باید بعد از اینکه واکسیناسیون‌ها رو کامل کردید سگتون رو ببرید از خونه بیرون تا با سر و صدای بیرون از طولگی آشنا بشه. صدای بوق ماشین‌ها، هیاهوی مردم و کلاً صداهایی که تو محیط‌ها هستش. زمانی که سگتون یه جایی هست با سرعت نرید و ندوید به سمتش، به خصوص اگر طوله هست و سنش پایینه. هیچ وقت به طرفش سریع نرید چون احساس ترس میکنه. وقتی کار اشتباهی انجام میده با هیچ وسیله‌ای مثل دمپایی، دستتون، بطری آب یا جارو نزنیدش یا این وسایل رو به زمین نکوبید که باعث میشه سگ از این وسایل بترسه. سگتون رو پیش سگهای ناهنجار نبرید چون اگر اونها به سگ شما حمله کنن یا گازش بگیرن سگ شما ترسو میشه. تشویق نادرست و نابجا هیچ وقت انجام ندید. اگر سگ ترسیده و شما میخواید با غذا دادن یا تشویقی دادن بهش حواسشو پرت کنید که ترس یادش بره، نتیجه عکس میده چون اون فکر میکنه به خاطر ترسیدنش بهش تشویقی دادید. پس حواستون باشه که همیشه نباید از تشویقی استفاده کنید. تشویق‌های اشتباه باعث بیشتر شدن ترس سگ میشه. وقتی که سگ ترسو پارس میکنه، جیغ میکشه، ناله میکنه و حتی گاز میگیره، رفتار غریزی صاحب سگ اینه که با آرامش با سگ صحبت کنه و حتی سگ رو نوازش کنه یا بغل کنه. که این رفتارها اشتباه هستش چون در واقع سگ رو تشویق میکنه. بهترین روش این هستش که به حیوان توجه نکنید و بهش اجازه بدید با تجربه خودش بفهمه که نباید از چیزی بترسه. تشویق خودتون رو برای زمانی که سگتون با اعتماد به نفس رفتار میکنه نگه دارید. اگر در زمان درست تشویقی درست در اختیار سگ قرار بدید حتما به شجاع شدن اون کمک زیادی خواهید کرد. بنابراین همیشه سعی کنید رفتارهای شجاعانه و دلیرانه سگ خودتون رو تشویق کنید تا اعتماد به نفس حیوان بیشتر بشه و شجاع‌تر بشه. بعضی از صاحبان سگ‌ها سعی می‌کنند با زور ترس سگ خود را از سگ‌ها یا آدم‌های دیگه بریزن و این کار باعث میشه که سگ‌ها و افراد غریبه برای سگتون ترسناک‌تر به نظر بیان. از یه طرف سگ نیاز داره که سریعا اجتماعی بشه و از طرف دیگه نباید این کارها رو با زور انجام بدید چون ممکن سگ احساس کنه که باید از خودش دفاع کنه. اجتماعی کردن سگ فرایندی هستش که نیاز به زمان داره. همیشه به خاطر داشته باشید که رفتارهای زورکی باعث شجاع شدن سگ شما نمیشه چون اگر سگ در موضع ضعف قرار بگیره سعی میکنه از خودش دفاع کنه. این رفتارها گاهی باعث ترس بیشتر حیوان میشه. پس سعی کنید آرام آرام سگ را اجتماعی کنید. در این خصوص میتونید ویدیوی اجتماعی کردن سگ رو ببینید که لینکش در توضیحات این ویدیو قرار داره. هیچ وقت به افراد غریبه اجازه ندید به سگتون دست بزنن. این سگ شماست که در صورت تمایل به افراد غریبه اجازه نزدیک شدن میده. اگر سگ شما نمیخواد به فرد غریبه نزدیک بشه اشکالی نداره، به او اجازه بدید با قایم شدن و نگاه کردن کم کم اعتماد به نفس خودشو به دست بیاره و به غریبه ها نزدیک بشه. این شما هستید که به عنوان صاحب سگ باید زمینه اجتماعی شدن اون رو فراهم کنید، ولی سگتون باید خودش پیشرفت بکنه و ترسو بودن رو در وجودش از بین ببره. یک روزه نمیتونید سگ خودتون رو شجاع کنید، فقط لازمه به او اعتماد به نفس و فرصت بدید. اجازه بدید که به ترسهای خودش غلبه کنه و شما با تشویق کردنش البته به جا و به موقع او رو به این سمت هدایت کنید. سگ ها سه تیپ شخصیتی دارن: سگ های قلدور، سگ های نرم و سگ های ضعیف. سگ های ضعیف خیلی زود و آنی از همه چیز میترسند و پس می کشند. تحقیقات نشون داده که بعضی از سگ‌ها ترس و فوبیای ارثی دارند. نژادهای نگهبان گله به شدت به فوبیای نویز حساس هستند و احتمالاً به این دلیل که بسیار با محیط خود هماهنگ هستند. بسیاری از ما انسان‌ها
از تزریق و دندون پزشکی می ترسیم و به عنوان ترس از سوزن این حس در ما وجود داره. برخی از سگ‌ها هم هنگام مراجعه به دامپزشکی ترس مشابهی دارند. بسیاری از موقعیت‌ها و استرس‌های دیگه ناشی از ماشین سواری، روبرو شدن با افراد غریبه یا با سایر حیوانات، احساس درد و بیماری باعث ترس و اضطراب در سگ‌ها میشه. ترس‌ها ممکنه با گذشت زمان بدتر بشن و به ندرت خود به خود برطرف نمیشن. حتی در برخی موارد یک نوع ترس در سگ‌ها میتونه به ترس‌های جدیدی منجر بشه. بنابراین هرچه سریع‌تر اقدام کنید بهتره. دامپزشکان و رفتارشناسان سگ تکنیک‌های اصلاح رفتار رو به عنوان اولین خط دفاعی توصیه می‌کنن. این تکنیک‌ها مانند حساسیت زدایی به سگ‌ها کمک می‌کنه تا رفتارهای ناشی از ترس در خودشون رو مدیریت بکنن. داروهایی هم برای تسکین این پریشانی‌ها وجود داره که در موارد شدیدتر توسط متخصصان تجویز میشه. البته اکثر درمان‌های دارویی همراه تمرینات اصلاح رفتاری اثر بخش هستند و هیچ کدوم درمان فوری نیستند. اصلاح رفتار شامل رفتار سگ و رفتار صاحب حیوان هستش، چون صاحبان اغلب ناخواسته به تقویت فوبیای سگ و رفتارهای نامطلوب کمک می‌کنند. آموزش مجدد شما و سگتون به الگوی رفتاری جدید نیاز به زمان و صبر داره. مثلا گفتن جملاتی مثل پسر خوب، عزیزم، دختر خوب، اینها رو باید در موقعیت‌های استرس به کار نبرید، چون رفتار ترسیدن رو در سگ تقویت می‌کنن. انگار که با این کلمات به سگ پاداش میدید. بعضی از سگ‌ها یاد می‌گیرند که با شنیدن جملاتی مثل اشکالی نداره، یه موقعیت استرس‌زا رو پیش بینی کنند، چون اونها این کلمات رو با یک اتفاق ترسناک مثل افتادن اشیا مرتبط می‌کنند. بیشتر فوبیاها قابل پیش بینی هستند و از اونها میتونید به عنوان یک فرصت آموزش استفاده کنید. مثلا وقتی سگ شما از حیوانات دیگری میترسه، هر بار که به پیاده روی و گردش میرید احتمال داره در معرض سگ‌های دیگه یا حتی گربه‌ها قرار بگیره. از قبل با خودتون تمرین کنید که چه عکس العملی باید در اون موقع نشون بدید تا موجب تشدید شدن حالت ترس در سگتون نشه. هر سگی منحصر به فرده. چیزی که برای یک سگ کار میکنه ممکنه برای سگ دیگه جواب نده و اغلب نیاز به آزمایش داره تا بفهمید کدوم برنامه برای سگ شما بهتر عمل میکنه. نکته حائز اهمیت این هستش که از درمان ترس سگ اصلا ناامید نباید بشید و باید مسیر درست برخورد با ترسیدن سگتون رو پیدا کنید و با تکرار و تمرین در موقعیت‌های مختلف ترس رو از بین ببرید. وقتی با سگتون پیاده روی میرید باهاش حرف بزنید و در مسیر بهش یاد بدید که چه کار باید بکنه و چه کار نباید بکنه. گاهی اوقات لازمه که تشویقی رو حذف کنید و با کلام بهش آموزش بدید. سگ‌هایی که کتک می‌خورن یا تنبیه میشن و سرشون داد میزنن خیلی دیر اعتماد میکنن. اما با محبت کردن خیلی سریع میتونی زبان بدن همدیگر رو یاد بگیرید. سگ رو با قلاده بیرون ببرید، به خصوص در جاهایی که جدید هستن و مکانهایی که سگ‌های دیگه هم حضور دارن و شلوغه. وقتی به یک مکان امن و خلوت رسیدید، قلاده حیوان رو باز کنید و رهاش کنید تا بدوه و انرژیش تخلیه بشه. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و لایک ویدیو فراموش نشه.